دومین ویدیو از آموزش کلمات جاسوس، خبرچین، زیرابزن، مخبر و غیره. در ویدیوی اول قرار بود 12 کلمه و اصطلاح رو معرفی کنیم، اما فقط 3 تا رو رسیدیم بگیم. توی این ویدیو سعی میکنم 9 تای دیگر رو معرفی کنم همراه با نمایش فیلم. لینک اون ویدیوی قبلی رو هم توی بخش توضیحات قرار دادم که اگه خواستید ببینید. با من همراه باشید. من مالک میرزایی با سری آموزش‌های انگلیسی با فیلم در خدمتتون هستم. ازتون خواهش می‌کنم برای حمایت از ما همین اول ویدیو رو لایک کرده، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله توپر رو بزنید که هر وقت آموزش جدیدی منتشر شد از همه زودتر متوجه بشید. میریم سراغ مورد چهارم. اجازه بدید مورد اول رو با یک اصطلاح شروع کنیم. یک اصطلاح. این اصطلاح اینه: Sing like a canary. Sing like a canary. چهچه زدن مثل قناری. کناری یعنی قناری. سینگ یعنی آواز خوندن، چهچه زدن. سینگ لایک کناری یعنی چهچه زدن مثل یه قناری. معنی اصطلاحیش میشه جاسوسی کسی رو کردن، خبرکشی کردن، اطلاعات یا اخبار دادن به پلیس و مقامات قضایی و پلیسی و اینجور حرفا. کاربردش رو در قالب یه تیک فیلم ببینید. Your friend George gonna sing like a canary. Your friend George gonna sing like a canary. Your friend George gonna sing like a canary. جمله این بود. Your friend George is going to sing like a canary. Your friend George is going to sing like a canary. یعنی دوست تو جورج قصد خبرکشی کردن داره. Like a canary, sing like a canary. خبرکشی کردن، اطلاعات دادن، زیرابزنی کردن. دوباره Your friend George gonna sing like a canary. Your friend George gonna sing like a canary. مورد پنجم، informant. Informant یعنی مخبر، خبرچین. این کلمه اسمه، فعلش میشه inform. Inform یعنی اطلاع دادن، آگاهی دادن، خبرچینی کردن، چغلی کردن. فیلم‌ها رو به ترتیب ببینید. This case needs informants. This case needs informants. This case needs informants. توی فیلم اینو گفت. This case needs informants. این پرونده نیاز به مخبر داره. Informant یعنی مخبر، خبرچین. Case یعنی پرونده. بریم یه بار دیگه ببینیم همینو اول، بعد فیلم بعدی رو ببینید. This case needs informants. Comes to informants, Jimmy. Comes to inform us, Jimmy. Comes to inform us, Jimmy. Comes to inform us, Jimmy. یعنی به خبرچینا میرسه جیمی. Come to یعنی رسیدن. یکی از معنیهاش رسیدنه. مهم کلمه informantه. یعنی خبرچین، مخبر. Comes to inform us, Jimmy. Comes to inform us, Jimmy. کلیپ سوم. We're working with informants. We're working with informants. We're working with informants. جمله اینه. We're working with informants. We're working with informants. ما با خبرچین ها کار میکنیم. ما با مخبرها کار میکنیم. دوباره دیگه همین تیکر رو تکرار میکنیم. We're working with informants. We're working with informants. گفتیم informant اسمه. فعلش میشه inform. Inform یعنی اطلاع دادن، آگاهی دادن، خبرچینی کردن و چغلی کردن. یه نمونه واسه فعلش ببینید. Boys, inform on your classmates. 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 بچه ها، چغلی همکلاسیاتون رو بکنید. Boys یعنی پسرها. وقتی به چند تا پسر خطاب میکنیم، ترجمهش میتونیم بکنیم بچه ها. Inform یعنی خبر دادن، اطلاع دادن، چغلی کردن، خبرچینی کردن. کلاسمیت هم که یعنی همکلاسی. Boys, inform on your classmates. Boys, inform on your classmates. کلمه بعد CI. CI یعنی خبرچین. مخفف confidential informant هست. یعنی خبرچین محرمانه. به صورت مخفف معمولا به کارش میارن. میگن CI. فیلم رو ببینیم. From a CI who claimed to know him way back when. From a CI who claimed to know him way back when. From a CI who claimed to know him way back when. یکی دوبار میخونم، خوب دقت کنید. میگه
From a CI who claimed to know him way back when. دوباره. From a CI who claimed to know him way back when. یعنی از طریق خبرچینی که ادعا میکرد اونو از زمانهای خیلی دور میشناسه. CI مخفف confidential informant یعنی خبرچین محرمانه. Claim یعنی ادعا کردن. Know یعنی شناختن. Way back یعنی گذشته دور، خیلی وقت پیش. اما کلمه when، همه ما با when به معنای یک کلمه پرسشی آشنا هستیم، یعنی کی، چه وقت، اما به معنای در زمانه و در هنگامه هم هست. یعنی وقتی میگیم ما way back when یعنی از زمان خیلی دور، از گذشته خیلی دور. یکی دو بار دیگه فیلمو ببینید. From a CI who claimed to know him way back when. From a CI who claimed to know him way back when. موارد 7 و 8، باگ و وایر. این دو کلمه به معنای جاسوس نیستن، به معنای زیرابزن و خبرچین نیستن، بلکه به معنای شنود کردن هستن. به معنای شنود کردن و جاسوسی کردن از طریق شنود. گفتم این دو تا رو هم یاد بگیرید، بی ربط نیستن به جاسوسی. باگ یعنی شنود کردن، استفاده از دستگاه شنود، پنهانی در محلی میکروفون نصب کردن. وایر هم همینطوره، به معنای شنود و شنود کردنه. فیلماشونو ببینیم. Wallace man, he bugging. Wallace رفیق اون داره شنود میکنه. به رفیقش داره میگه رفیق، فلاس داره شنود میکنه. من به معنای رفیقه. گفتی به معنای مرد، انسان، بشر، بشریت، اینجور چیزا هم هست، ولی خب به معنای رفیق هم هست. وقتی به یه دوست خطاب میکنیم میشه به معنای رفیق. باگ هم که گفتی به معنای شنود کردنه، در محلی میکروفون نصب کردن، شنود کردن. یکی دیگر رو ببینید مربوط به همین. Try to bug me. این مورد هم مثل قبلیه. آقای به دختره میگه He tried to bug me. اون سعی کرد از من شنود کنه، سعی کرد از من جاسوسی کنه. باگ پس میشه به معنای جاسوسی کردن از طریق شنود. دوباره میبینیمش. Tried to bug me. حالا میریم سراغ کلمه وایر. گفتیم وایر هم معنی مشابهی داره، مشابه باگ. یه نمونه واسه این ببینیم، فکر کنم کافی باشه. ببینید. You up on a wire. جمله‌ای که توی فیلم گفت این بود. You up on a wire. شما توی شنود بروز هستین؟ یا اگه بخوایم راحت‌تر ترجمه کنیم، روان‌تر ترجمه کنیم، میشه شنودتون بروز هست؟ شنودتون up to date هست؟ Up on مخفف up to date on هست، به معنای بروز بودن، up to date بودن. با up to اشتباه نشه، چون up to یه چیز دیگه است و معنی خودش رو داره. دوباره فیلمو میبینیم. You up on a wire. خب میرسیم به مورد 9. از اونجایی که من نمیخوام این ویدیو مثل ویدیوهای قبلی طولانی بشه، موارد 9، 10، 11 و 12 رو فقط مینویسم، واسه شون فیلم نمیارم. موارد 9، 10، 11 و 12 اینا هستن. ببینید و تلفظشون رو تکرار بکنید. Informer, secret agent, think, narc. همین اینا به معنای جاسوس و خبرچین و زیرابزن و این حرف هستن. یه بار دیگه میخونم، گوش بدید. Informer, secret agent, think, narc. اینا رو هم به خاطر داشته باشید. به این ترتیب با 12 کلمه و اصطلاح به معنای جاسوس و جاسوسی کردن آشنا شدیم. جاسوس، حالا زیرابزن، خبرچین و از اینجور حرفا. خب رسیدیم به پایان این ویدیو، در واقع دومین ویدیو از این مجموعه. ممنونم که تا آخر با من همراه بودید. اگه لایک نکردید لایک کنید ویدیو رو، اگه سابسکرایب نکردید کانال رو حتما این کار رو انجام بدید، ممنون میشم. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. برای ما
کامنت بذارید، ترجیحاً کامنت انگلیسی. اگه ایرادی، اشکالی، چیزی میبینید بگید، پیشنهادی دارید حتما بگید. اگه سفارش خاصی دارید، ویدئوی خاصی مد نظرتونه بگید تا در اولویت قرارش بدیم. برای همتون آرزوی سربلندی و موفقیت میکنم. پیروز باشید.